در این عصر علی‌رغم رشد و تغییرات عمیق در بهبودی شیوه‌های زندگی به توسط آموزش‌های صحیح در مراکز تعلیمی و حتی دنیای مجازی که شاهد بر این هستیم، متاسفانه می‌بینیم که انسان‌ها در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی‌های لازم هستند تا بتوانند کاملاً پیروز بر تمام مشکلات و سختی‌هاشون ادامه حیات بدن و ایامشون رو پشت سر بگذارن. سوالی که پیش میاد این هست: آیا آموزش و تعالیمی که انسان روی تجربه یافته و از دیگران گرفته نقطه ضعفی داره؟ در ضعف هستش که این قدرت رو نداشته که انسان رو از اون مراحل نگران کننده، مراحل سختی و مشکلات به خوبی عبور بده؟ با توجه به این که به خوبی میدانیم انسان برای کامل شدن و رسیدن بر هر هدفی میباید بیاموزد. نلسون ماندلا نیز اعلام میکنه: آموزش نیرومندترین سلاحی هست که میتوان با آن جهان را دگرگون کرد. و کتاب مقدس یکی از اسناد معتبر میباشد که خدا مدام انسان را به آموزش نیکو تشویق می‌کند. در کتاب نهمیا 9:13 اعلام می‌کنه: در کوه سینا از آسمان به زیر آمدی. منظور خدا را داره میگه که به خاطر بشریت از آسمان بر روی زمین آمد. تو با قوم خود سخن گفتی و به ایشان قوانین نیکو و آموزش‌های خوب را دادی. پس خداوند نیز نظرش به این هست که انسان باید بیاموزه، خودش انسان را آفریده. اگر خدا چنین انسان را آفریده، این گونه که باید او بیاموزد تا در مسیر هدف خلقت تو جایگاه درست قرار بگیره، ما دیگه نمیتوانیم بهانه‌ای داشته باشیم. بدون آموزش و بدون تعلیم ما میتوانیم به پیروزی برسیم، میتونیم کامیاب بشیم. افلاطون اعلام میکنه: به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است، زیرا جهالت ریشه همه بدبختی ها خواهد بودش. و انسان این رو نیز به تجربه دیده و کتاب مقدس گواه بر این هست که مریدان خدا را تأکید می کند آموزه های نیکوی خود را حتی به نسل های آینده نیز بیاموزد. در کتاب تثنیه 32:45-47 از شریف میخونم، اعلام میکنه: هنگامی که موسی دادن آموزش های خداوند را به مردم به پایان رسانید، پس موسی تمام آنچه را که برای زندگی سالم لازم داشت، انسان، خدایی که انسان را آفریده برای یک هدف، توی این مسیر هدف اون آموزه ها را به عنوان شریعت کاملا داده. پس شریعت کاملا اعلام شده بود، عیسی مسیح با محبتش روی صلیب کامل کرد. پس بعد از موسی هر کسی شریعت تازه‌ای آورده از طرف خودش بوده و از طرف بلش کنه میخوام یاد افکی بوده. کلام خداوند میگه پیامبران دروغی. پس دیگرانی که آمدن گفتن ما دارای شریعتی هستیم، شریعت بازم انسانی بوده، چرا که اگر شما پیروی کنید میبینید اون شریعتی که دادن باعث این نشد که انسان‌ها در مسیر نجات قرار بگیرن. شریعت رو مسیح روی صلیب کامل کرد، پس دیگه قراری هم نبود شریعت بیاد. اعلام می‌کنه هنگامی که موسی دادن آموزش‌های خداوند را به مردم به پایان رساند، به آنها گفت حتما از همه این فرامین که امروز به شما دادم پیروی کنید. این یک ضرورته. به قوم اسرائیل نگفت 613 تا قانونشو حالا نصفشو بردار، 10 فرمان، گفت همهشو باید پیروی بکنید. آنها را به فرزندان خود تکرار کنید و بگید. یکی از دلایلش اینه وقتی شما تکرار میکنی خودت بهتر یاد میگیری، ایمانت قوی تر میشه. و یکی دیگرش این هستش که توانستی دیگران رو در اون مسیر فکری که فکر میکنی میتونه فکر شما، تعلیم شما سلامتی باشه، دیگران نیز بیاموزن تا اون دیگران به دیگرانی بیاموزن که اونها راغب تعلیم پذیری هستن و
این یک موضوع خیلی مهم است. راقب باشن. آنها را به فرزندان خود تکرار کنید. اندیشمند اعلام میکنه آموزگار و آموزگار واقعی کسی است که آنچه در یک روز یاد میگیرد بیش از آن به دیگران بیاموزد. و ادامه آیات این هستش که تا آنها با دقت از همه فرمانهای خداوند پیروی کنند. این آموزش ها کلمات پوچ نیستند که خیلی ها میگن این کلام چه کلامی است. بله امروز وقتی که ما شریعت رو میخونیم دیگه شریعت شاید برای مردمی که در این عصر هستن خیلی معنا نداره، چون این مردم یافتند انصاف چیست و اما از ابتدا از اونجا شروع شده. مانند کسی که امروز دکترای ادبیات داره نسبت به اون سرزمینی که هست، حالا حروف الف با براش خیلی بچگونه است، دوباره بیاد از اول بخونه، خب میگه چه معنی داره، امروز دکترا داره دیگه ایشون. امروز انسان ها نسبت به چند هزار سال پیش دکترا دارن نسبت به آن آموزه ها. از این رو بود که عیسی مسیح آمد شریعت رو کامل کرد، در محبت که به اون بیشتر خواهیم پرداخت. این آموزش ها کلمات پوچی نیستن، آنها زندگی شما هستن، یعنی میتونن زندگی شما رو ریتم بدن. از آنها پیروی کنید و شما در سرزمین آن سوی رود اردن که به زودی تصرف خواهید کرد، داره به قوم اسرائیل میگه تا بتونن به اون موقعیت که در نظر دارن، رویایی که دارن، تصرف خواهید کرد، عمر طولانی خواهید